امیر سلام. سلام، خوبی؟ من میخواستم راجع به مرسی. شما خوبی؟ مرسی. من میخواستم راجع به همین بحث ادیان صحبت بکنم و اینکه متاسفانه من میبینم که بعد از این حکومت به قول معروف که این همه جنایت کرده، خیلی از ایرانی ها متاسفانه خیلی به خاطر مذهب زدگی با هر کس که به اصطلاح مسلمون باشه به یه دیده خیلی منفی نگاه میکنن و فکر میکنن هر کس که مسلمونه اینم جنایتکاره و غیره. و حتی سری قبلم صحبت میکردی خود شما که عرب ستیزی حتی در بین بعضی هستش متاسفانه و فکر میکنن که اعراب این بلا رو به سر ما آوردن، در حال که اگر افراد یه مقدار تفکر کنن متوجه میشن که در واقع البته یه چیز دیگه هم بگم که یک سری واژه ها معنا داره و ما نباید اینها رو همینجوری بدون آگاهی از اون استفاده بکنیم. وقتی میگیم جمهوری اسلامی ما باید بدونیم که معنای جمهوری چیه. این یک به اصطلاح پوانیه که ما به این رژیم دیکتاتور که اصلا جمهوری نیست به این یک پوان میدیم که بله این رژیم جمهوریه. خیلی هم میگن رژیم اسلامی، خب این یه خورده باز بهتره تا اینکه بگیم جمهوری اسلامی، چون واقعا مثلا دولت من فکر کنم کسانی که ضد جمهوری اسلامی هستن خودشون میدونن که این جمهوری بودنش یعنی جمهوری که نیست، یعنی ما اینو که میدونیم، ولی خب اسمشه. یعنی من فکر نکنم استفاده از اسم جمهوری اسلامی باعث تبلیغ این بشه که این حکومت جمهوری هست. میدونی نظرم چه؟ یعنی ما به عبارت دیگه میشه مثل همون حساسیت به کلمه‌ای که ما میدونیم برای اکثر مردم معنی دیگه ای داره. خب یعنی یه کسی که بیاد بگه من ضد جمهوری اسلامی هستم، کسی نمیاد بهش گیر بده مگه تو پس مگه تو یه کشوری که مثلا نماینده مردم باشه که نمیخواد، و خودت گفتی جمهوری اسلامی، پس این جمهوریه، پس شکایت نکن. نه، کسی هم چه حرفی نمیزنه. مثلا همون حساسیتی هست که مردم نشون میدن مثلا به کلمه خداحافظ، میگن که شما خدا رو قبول ندارین پس چرا میگین خداحافظ؟ که ما میدونیم معنی خداحافظ چیه. حالا که ما جمهوری اسلامی رو من میگم ببینیم، ما حساسیت به این که مثلا بگیم جمهوری نگیم جمهوری از داره ما رو، اینا یک حرکتایی هست که ما رو داره جدا میکنه از چیزایی که مثلا واقعا تاثیر داره. یعنی ما احساس میکنیم که داریم کاری میکنیم که مثلا ممکنه تاثیر مثبت داشته باشه، در بعد خوشحال بشیم که من دیگه نمیگم جمهوری، بعد به خودمون افتخار کنیم که کاری کردیم. یعنی جمهوری اسلامی دیگه اسمشه. حالا ما که هممون میدونیم که این جمهوری نیست. مثلا کره شمالی جمهوری دموکراتیک خلق کره یا واقعا مسخره است. آره دموکراتیک نیست، نباید گفت که جمهوری دموکراتیک خلق کره. خب چون اون اسم اتفاقا باید بهش گفت بهش گفت دموکراتیک، برای اینکه جوک این اتفاقا ببینید نه تنها نباید حساسیت داشته باش که این استفاده نکرد. کره شمالی اتفاقا یه مثال معروفی هست که مردم میگن اون قسمت دموکراتیکشو و میخندن. یعنی این اسم باید بیشتر استفاده بشه چون همه میدونن که این جوکه. حالا راجب اسلامیشم ما واقعا باید بدونیم که اینا تو همون اسلام ارتجاعی خودشون هم میگن دست دزد رو باید قطع کنن، و ما همه میدونیم که تمام سران این رژیم دزد هستن، همشون یه مشت غارتگرن، و واقعا اینا اصلا هیچ اعتقادی به اون به اصطلاح اسلامی هم که خودشون حرفش رو میزنن ندارن. اگر همون اسلام ارتجاعی خودشون هم به واقع اجرا میکردن، دست آخوندان نه تنها دستشون هیچ کدوم دست نداشتن، گردن هم نداشتن. من قبول ندارم اینو. ببینید من نمیتونیم تعیین کنیم که انگیزه مردم چی هست. خب ما فقط اثر کارشون رو میبینیم. اثر کارشون منفیه. خیلی ها میگن که بر اساس کارشون میخوان بیان انگار مثلا توی مغزشو بخونن
و ببینن که انگیزهشون چیه. انگیزهشون مختلفه. بعضیاشون ممکنه به اسلام اعتقاد نداشته باشن، فقط دارن سوء استفاده میکنن. بعضیاشون هم دارن. برداشتی که مردم از اسلام دارن انقدر تنوعش زیاد هست، شما نمیتونین بگین که اگه واقعا به اسلام اعتقاد داشتن این کارو میکردن اون کارو میکردن. ما خیلی دیدیم کسایی که کسایی که واقعا به اسلام اعتقاد دارن، ما دیدیم که کارای انجام میدن انقدر تنوع داره و انقدر چیزای مختلف نتیجه گیری مختلف ازش کردن. ببینید من یه کسی هستم که ضد اسلام هستم، حتی اگه همه برداشتا از اسلام مثبت باشه، خب به خاطر اینکه ما علیه دروغ هستیم، علیه خرافات هستیم. من اسلام ستیزیم به خاطر اینکه دروغ ستیز هستم، خب. ولی من این که ما بیایم بگیم که اگه اینا اسلام رو حتما قبول داشتن، حتما این کارو میکردن، کارو میکردن، من به نظرم این خیلی ساده نگریه. روشی که یک دین، ببین من دین روی رفتار مردم حتما تاثیر داره، ولی روشی که تاثیر داره انقدر پیچیده است و انقدر تنوع داره که ما نمیتونیم بیایم نتیجه گیری بکنیم که یه نفر آیا واقعا به اسلامش اعتقاد داره یا نداره بر اساس کاری که انجام میده. نه، این که خیلی مشخصه. شما مثلا یک کسی میگه من مارکسیست هستم، خب بعد بیاد استثمار بکنه کارگرها رو، خب یه چیزی هستش. که مثلا طرف میگه من مسلمان هستم، بعد یه چی میگن مشروب فروشی تأسیس بکنه و مشروب بفروشه به مردم، خب اینا چیزی هست که شما اون اصول ایدئولوژی خودت رو زیر پا گذاشتی، دروغ داری. نه نذاشتین، شما میتونین توبه کنین. خب نه، توبه که میکنی یعنی که دیگه دست بردارید. خب تا زمانی که توبه نکردی، حالا توبه یعنی شما... نمیکنی بعدن. نه بعدن توبه میکنی. یه چیز دیگه هم میتونی بگی. ببین توی اسلام این اصول، اصول نیست. این اسلام به ما چیزی که ما تو اسلام یاد گرفتیم اینه که همه مسلمان‌ها گناهکارن مگر پیغمبرها و چه می‌دونم اماما و اینا. خب یعنی این که کسی مثلا قوانین اسلام رو رعایت نکنه معنیش نیست که به اسلام اعتقاد نداره. اتفاقا چیزی که باید انتظار داشته باشی این باشه که همه دارن گناه میکنن. خب تنها چیزی که باعث میشه یه نفر مسلمان نباشه اینه که به خدا اعتقاد نداشته باشه، یا به قرآن اعتقاد نداشته باشه، یا به پیغمبر، به محمد به عنوان پیغمبر اعتقاد نداشته باشه. شما هر گناهی باشی میتونی بکنی، هنوزم مسلمانی، به خاطر اینکه اصلا انتظار اینه که مسلمان ها گناهکار باشه. پس ببینید برداشت به یه نفر میتونه برداشتش بر اساس این برداشت گناهی هم انجام میده و میگه که خب ما همه گناهکاریم. البته من این رو قبول ندارم که تا اونجایی که من میدونم ملاک بر این نیست که شما فقط بگید که من به خدا اعتقاد دارم. ملاک بر این هستش که شما به اصطلاح اون قوانین رو هم چیز بکنید، رعایت بکنید. این نه، اون خارج، کسایی که این اعتقاد داشتن انگلیسیش خارج یا خوارج بودن. خب خوارج به این اعتقاد داشتن و تنها کسایی که به این اعتقاد، این چیزی که شما میگین اعتقاد داشتن، خوارج بودن که گناهایی که انجام میدین شما رو میتونه غیر مسلمان بکنه. نه سنی ها به این اعتقاد دارن، نه شیعه ها. حتی کسایی هم که بعد از کسایی که خوارج بودن و الان موندن که الان تو عمان هستن، یا اسلام خوارجه، به طور مدرنش اونا به این هم اعتقاد ندارن. یعنی گناه باعث تو اسلام شیعه و تو اسلام سنی، گناه باعث مسلمان نبودن شما نمیشه. فقط انکار وجود خدا، انکار پیغمبر و قرآن و کتاب خدا باعث غیر مسلمان بودن شما میشه. و من یه چیزی هم الان یه نفر نوشته بود که به فکر مردم ایران هم باشید و اینا، و به نظر من این روش، اگر واقعا ما ایرانی هستیم و میخوایم به مردم ایران کمکی هم بکنیم، این هستش که همه باید در واقع متحد باشن. و شما اگر خیلی هستن به هر حال اعتقاد دارن به اسلام ولی مخالف این رژیم هستن، و ما اگر بخوایم با عقاید اونها بجنگیم الان، در واقع اونها رو در کنار خودمون نخواهیم داشت. و بهتر هستش که، چون الان به نظر من مشکل اصلی
مشکل اصلی این هستش که یک رژیمی هستش به نظر من دروغگو و اینا هیچ باوری ندارن به اعتقادات خودشون. مثلا آیت الله منتظری یک فرد مرتجعی هم بود خب، ولی به خاطر اینکه اعتقاد داشت به اون اسلام به اصطلاح ارتجایی خودش اعتقاد داشت، در برابر خمینی ایستاد و این آخونده به طور کل همشون هم میدونن که اینا فقط یه مش تاجر هستن و فقط به فکر پول. خودش الان هم طرف اومده بود تو چیز میگفت بابا این زندگی دنیا و نمیدونم پول به این علما داشت مثلا بدبیرا میکرد. طرف خودش حزب اللهی بود خب، بعد میگفت چقدر اینا مهمه برای شما که الان صداتون در نمیاد، مردم به اصطلاح خوزستان تشنه هستن و اینا همشون به فکر اون چیزن، زندگی دنیای خودشون و درآمد خودشون هستن. امین جان شما فکر کنم ارزش اسلام رو یه ذره دارین زیادی میبرین بالا. من فکر نمی کنم اکثر کسایی که مسلمون هستن به نظر من خب الان دلیلش هم میگم خب به خاطر اسلامشون نیست که کار مثلا خوبی هم. شما یه جوری دارین میگین که اینا انقدر بدن که اسلام خودشون اگه قبول داشتن یه ذره بهتر میشدن، در صورتی که ببینید تاثیر اسلام نمیتونه مثبت باشه خب، برای اینکه هر کسی اگه کارهای خوبی که به اسم اسلام شده توی جامعه بدون وجود اسلام هم انجام شده خب، یعنی اینکه ما هیچ جا ندیدیم که مثلا کسایی که به اسلام اعتقاد دارن، من خودتو میت کنم من دارم صحبت میکنم مثلا خودم میت میکنم بعد آن میت میکنم، ما نداریم که مثلا مردمی که به اسلام اعتقاد دارن به خاطر اسلام به خاطر اعتقاد به اسلامشون اخلاقی تر شدن خب. ما توی یک جامعه دوست داریم که مورد قابل قبول بقیه انسان ها باشیم و قابل قبول خودمون باشیم، یعنی خودمون رو داریم قضاوت میکنیم که چه تأثیری داریم روی انسان های دیگه میذاریم. حالا اگه دینی باش، اگه یک انسان دیندار باشیم، این میل به این که تأثیر مثبت روی جامعه داشته باشیم و جامعه ما رو به عنوان یک شخصی که تأثیر مثبت رو بقیه داره ببینه، این میل رو اگه دین داشته باشیم اکثر موقع ها میگیم که این به خاطر دینمه، در صورتی که اگه این دین نبود این میل به این تأثیرم به همون اندازه توی جامعه هست که با دین یا بدون دین باشه خب. یعنی شما اگه میگی که مثلا منتظری یا فلان یا فلان یه کار مثبتی کرده به خاطر دینش بوده، ما دیدیم که به خاطر دین نیست. ما توی جامعه های غیر دینی همون اندازه ببخشید اشتباه متوجه شدید، من نگفتم به خاطر دینش بوده، گفتم اون به همون به اصطلاح دینش به واقع ایمان داشت خب و دروغ نمیگفت به واقع، ولی این آخوند بقیه آخوندها چون به اون چیزی که میگن، چون دزدی بالاخره اون دینشون داره میگه دزدی حرامه خب. نه خب داری امیر جان تو میگی من اینو نگفتم، بعد داری میگی دقیقا همون چیزی رو میگی که من گفتم خب. تو میگی من منظور نمیگم به خاطر دینشون نیست که ضد دزدیان، من حرفم اینه تو داری امتیاز میدی به اسلام به خاطر که مردم علیه یه سری مسلمون ضد دزدیان، یا اینکه مثلا یه کسی مثل منتظری ضد جرم و جنایت و مثلا اعدام و این چیزاست. من میگم این امتیازو به دین نباید داد خب، این امتیازو به این دین نباید داد، برای اینکه ما دیدیم امیال به ضد این حرکت‌های اخلاقی کاملا مستقل هست از اینکه مردم دیندار باشن و دیندار نباشن. اینا بعد از این یه چیزی رو که میبینن دوست ندارن به خاطر اینکه غیر اخلاقیه، بعد از اینکه تصمیم میگیرن غیر اخلاقیه، بعد میان امتیازش رو میدن به دینشون. یعنی خودشون ممکنه فکر کنن به خاطر دینشونه، ولی نه، اینا به خاطر اینا ضد این هستن، نه اینکه به خاطر اینکه مسلمونن، به خاطر اینکه انسان هستن ضد اذیت و آزارن، نه به خاطر اینکه مسلمونن. من میگم امتیازو شما میگین که این مثلا جنایتکارای جمهوری اسلامی حتی اگه یه جوری صحبت میکنین که انگار به اسلامشون اعتقاد واقعی داشتن یه مقدار رفتارشون بهتر بود. خب داعش به اسلام واقعی اعتقاد شدید داره، شما چجوری میتونین بیان بگین که اگه اینا به اسلام واقعی اعتقاد شدید، یعنی اعتقاد واقعا داشتن، رفتارشون بهتر میبود؟ این اصلا اینجوری نیست. ما ببینید ما به طور ذاتی میل داریم که باعث اذیت و آزار، یعنی قابلیت این میل رو داریم که باعث اذیت و آزار بقیه هم نوعای خودمون نشیم خب. ما یه گربه که تشنه باشه میبینیم تشنه شه، میخوایم آب بذاریم جلوش بخوره، نه بخاطر اینکه مسلمونیم، نه بخاطر اینکه مسیح هستیم، برای اینکه
تو ژنتیکمون کد شده که از تشنگی یک حیوان دیگه ناراحت میشیم و دوست داریم باعث این باشیم که این تشنگیش از بین بره. خب من میگم این امتیاز رو شما یه جوری به خاطر یه جوری دشمنی با جمهوری اسلامی رو کردین، دفاع از اسلام، میگین که اینا حداقل اسلامشون اگه واقعا قبول داشتن این مقدار بهتر بودن. نه اتفاقا برعکس. من میگم هرچی اسلام هرچی شما اخلاقتون رو قاطی بکنین با خرافات، نتیجه های عجیب غریب، یعنی نتیجه های خیلی مضرتری ازش میگیرین بیرون. ببینین کسایی که حتی به طور ذاتی یه جوری کد شدن که خوشحالی مردم در نظر براشون مهم باشه، شما اگه بهشون بیان یه جوری بقبولونین که یه جهان ثانویه‌ای وجود داره، خب اونا باید بیان توی محاسبه‌ای که میکنن که خوشحالی مردم رو چجوری ببرن بالا، بعد اون جهان ثانویه رو به دست بگیرن. برای همینه که یک مادر یک شهید خوشحال ممکنه خوشحال بشه دست بزنه که پسرم شهید شد. خب این به طور طبیعی از کشته شدن یه بچه، بچه خودش ناراحت میشد. الان شما بهش قبول کردین که نه، یک جهان دومی وجود داره، الان پسر زیر نشسته زیر دست محمد. برای خب یه مادر اگه احساس کنه که بچه‌اش از یک جهانی که پر از زجر و اذیت و این چیزا است رفته یک جایی که فقط خوشحال میمونه، اگه خوشحال بشه، این تاثیر دینه. یعنی ما حتی اگه به طبیعت خودمون که کافی نیست ولی خیلی مفید هست توسل بکنیم، نتیجه هایی که اخلاقی که میگیریم از دین خیلی کاربرد بیشتری داره. من به دین هیچ وقت حاضر نیستم یه همچین امتیازی قائل بشم. بفهم این به هر حال نظر شماست، نظر من این هستش که اگر اینها به واقع به حتی به اون ایدولوژی به اصطلاح ارتجایی خودشون هم اعتقاد داشتن، حداقل که میرن دست دله دوز رو قطع میکنن، خب ولی همشون میلیاردی دارن میدوزن، اگه دست همون کار رو انجام میدادن، دزدی حداقل تو مملکت انجام نمیشد. این میلیاردها دلاری که اینا میدوزن و خارج میکنن، خودشون همش دارن میگن 20 میلیارد دلار اینجا، 50 میلیارد دلار اونجا، همش داره میاد بالا، هر روز و هر روز این اختلاس داره میاد بالا. اگر این به اصطلاح به واقع اون کار رو میکردن، من که قبول ندارم این به اصطلاح عمل قرون وسطایی رو، ولی اگر به واقع همون کار رو میکردن، حداقل زندگی مردم اینجوری نمیشد که به اصطلاح این همه میلیارد پول مردم دزدیده بشه. متوجه؟ نه این درست. من باید برم سراغ نفر بعد، ولی فقط بگم که این حرف شما رو من اصلا قبول ندارم، برای اینکه محمد خودش غارت و دزدی و اینا زیاد میکرد، این پیغمبرشون بود. خب یعنی شما اگه میگین اعتقاد به اسلام باعث دزدی کمتری میشه، شما پیغمبرتون فقط خودش دزد بود. خب من نمیدونم چجوری به همین نتیجه میتونم برسم، ولی خب امیر اگه یه حرف آخر اگه میشه بزن، من میرم سراغ نفر بعد. حرف آخر این که به هر حال اگر ما میخوایم متحد بشیم و این رژیم رو سرنگون بکنیم، بعد از سرنگونی این رژیم میتونیم بشینیم وقتی مشکلات مملکت حل شد، بشینیم بزنیم تو سر هم دیگه، سر ایدئولوژی و فلان، و امروزه باید در کنار هم دیگه و نباید از هم دیگه جدا، بر علیه هم دیگه باشیم، بر علیه دشمن مشترک. خب دشمن مشترک این رژیم فاشیستی هستش و به هر حال مسلمان های زیادی هم هستن، چه از سنی چه از شیعه. مثلا همین چی میگن درویش ها، خب دراویش، اونا مسلمان هن ولی ضد این رژیم هن، رژیم داره اونا رو هم سرکوب میکنه. اگر ما نیان به ایدئولوژی اونا حمله بکنیم، و به هر حال انتقاد خوبه، ولی خب تمام وقتمون ما بخوایم بذاریم بر اینکه آی اسلام اینه، چون به هر حال این حذر رفتن انرژی هاست و بهتره بیشتر ما در کنار همدیگه و متحد بر علیه این رژیم مبارزه بکنیم. من این حرف رو قبول ندارم، برای اینکه ببینیم ما باید بتونیم در روی هرچی که میخوایم صحبت بکنیم، اینا ما نمیتونیم همه تمرکزشون بزنیم. ما اینجا به اندازه کافی اندازه علیه جمهوری اسلامی صحبت میکنیم. اگه اینجوری باشه که ما نمیتونیم در روی هر یک کسی میتونه بیاد بگه شما دارین انرژیتون تلف میکنین در روی هر چیز دیگه صحبت میکنین، یعنی حرفای علمی نزنیم، در روی مغلطه و اینا صحبت نکنیم، علیه اسلام صحبت نکنیم، در روی مسیحیت علیه مسیحیت صحبت نکنیم، یعنی همه چی باید یک بعدی بشیم، خب نه،
شما اگه میخواین این کارو بکنین خب این کارو بکنین، ولی ما دوست داریم اینجا درباره علیه جمهوری اسلامی صحبت بکنیم، درباره عقاید مختلف دیگه هم صحبت بکنیم، همش با هم میتونیم انجام بدیم. یک انجام دادن یکیش باعث جلوگیری نمیکنه از اینکه ما بتونیم، ما اگه علیه اسلام صحبت بکنیم باعث نمیشه که ما نتونیم علیه جمهوری اسلامی صحبت کنیم. یه چیز دیگه، ما علیه اسلام صحبت کردنمون باعث نمیشه، نباید بشه که نتونیم با مسلمان ها دوست باشیم. خب نه فقط الان، اینجوری نیست که ما الان باید بتونیم با مسلمان ها متحد بشیم، حالا اگه جمهوری اسلامی سقوط کرد بعدش حالا میتونیم علیه اسلام اینا صحبت بکنیم. نه، حتی بعد از اینکه جمهوری اسلامی هم سقوط کرد باید به مسلمانان نشون بدیم که ما میتونیم علیه اسلام صحبت بکنیم، اونا هم میتونن علیه بی خدایی صحبت بکنن، و این باعث این نباید بشه که ما نتونیم با هم دوست باشیم. ما میتونیم همدیگر رو نقد بکنیم، به عقاید همدیگه به شدت حمله بکنیم، میتونن مسلمان‌ها میتونن بیان به شدت بی خدایی رو مسخره بکنن، درباره عقاید مثلا بی خدایان کاریکاتور بکشن، هر چی دوست دارن. خب ما میتونیم با اینکه این کارا رو بکنن، ما اونا رو به عنوان دوست و همسایه و همکار و خانواده و همه چی قبول کنیم، اونا هم باید بذارن که ما اسلام رو مسخره کنیم، به اسلام حمله کنیم، به اسلام حتی توهین بکنیم و با اونها دوست باشیم. خب ما داریم به عقاید همدیگه حمله میکنیم، به خود شخص همدیگه حمله نمیکنیم. این هویت رو باید از عقاید جدا کرد، جوری که وقتی که به عقاید حمله میشه معنیش این نباشه که داریم به هویت یک نفر حمله میکنیم. عقاید احترام لازم نیست براشون قائل باشیم، اون شخص هست که اشخاص هستن که باید براشون احترام قائل باشیم. من برم سراغ به نفر بعد. مرسی امیر جان، من سراغ آمیتت کنم. مرسی امیر جان، ممنون از وقتت. من بعد برم سراغ نفر بعد. آره باشه، ممنون.